توی این منوی فایندر شما یه عنوانی به اسم پریفرنسز دارید که 4 قسمت داره. این دوتای وسطی رو من اول خیلی سریع خدمتتون توضیح بدم. این لیبل های شماست، اگه خواستید اسم هاش رو میتونید عوض بکنید، و سایدبار شما که چه چیزهایی توی این سایدبار شما دیده بشن و دیده نشن، که من فکر خیلی واضح هست، نیاز به توضیح خاصی نداره. مثلا هارد اکسترنال من الان اینجا اگه بخوام آن یا آفش میکنم. اما قسمت ادوانس شما یه شو آل فایل نیم اکستنشنز دارین که این اکستنشن های شما رو، این دات جی پیگ یا دات موو یا هر چیز دیگه رو نشون میده. اگه میخواین همیشه دیده بشن این روشن بذارین. زمانی که میخواین یه اکستنشن رو عوض بکنین، مثلا این دات جی پیگ رو تغییر بدین، قبلش به شما یه اخطار میده. اگر من اینجا بیام مثلا این دات جی پیگ رو بکنم تیف، یه اخطار من میده که میخوای دات جی پیگ رو هم نگه داری یا میخوای بکنیش دات تیف. من میگم همون جی پیگ میخوام بمونه. اگر این رو وردارید دیگه اخطار نمیده. قبل از خالی کردن سطل آشغال به من اخطار بده، یا اگه وردارید اخطار نمیده دیگه صاف خالیش میکنه. یا امتی ترش سکیورلی، همیشه با اون روشی که گفتم سطل آشغال رو خالی میکنه و دیگه فایلاتون قابل برگشت و قابل بازگشت نخواهد بود. یه عنوانی هم این آخر داره که when performing a search. اگر من اینجا بیام کامند F رو بزنم، میبینید که به صورت پیشفرض داخل همین فولدر رو فقط میگرده، نه کل مک رو. اگر میخواید هر بار که من کامند F رو میزنید کل مک رو بگردین، رو بذارید روی سرچ دیس مک، و حالا اگر من همین فولدر رو باز بکنم کامند F رو بزنم، پیشفرض روی دیس مک میاد. اگر نه همون فولدر رو میخواین که دقیقا عین من میذارین روی همون فولدری که فقط باز کردید، توی همون رو بگرده. قسمت جنرال فکر کنم مهمترین بخش فایندر پرفرنسز باشه. اولی میگه که چه چیزهایی روی دسکتاپ شما دیده بشن. هارد شبکه‌تون، سی دی و دی وی دی، هارد اکسترنال اگه وصل کرده باشید، هارد خودتون، و حالا اگه نخواستید هر کمی که خواستید میتونید آفشون بکنید. یه عنوان دیگه پایینش هست که نیو فایندر ویندو شو. وقتی شما کامند ان رو زدید و یه فایندر ویندو جدید باز کرد، کدوم پوشه به عنوان پیشفرض اینجا بیاد. اگر شما یه فولدری دارید مثل این پروژکت و میخواید هر بار که یه کامند N زدید این یکی باز بشه، شما میتونید بیاین از اینجا بگین که روی other desktop من یه پروژکت دارم و میخوام این همیشه باز بشه. این دفعه دیگه من هرچی کامند N بزنم این پوشه پروژکتم باز میشه. برش میگردم مثلا همون چیز که بود. یه عنوان دیگه این زیر هست، Always open folders in a new window. بیشتر توی همچین شرایطی کار کرد داره که شما اینجوری آیکون آیکونی میبینین تصویراتون رو. اگر شما این روشن بذارید، هر فولدر جدیدی که باز میکنین توی فولدر جدید باز میشه، که یه خورده راستش بخواییم برای من حداقل جالب نیست، به خاطر من همیشه آفش میذارم و خودم معمولا از این نوع بروزینگ استفاده میکنم. اما یکی از عنوان‌هایی که ممکنه خیلی اذیتتون بکنه، در این حال خیلی هم براتون کاری داشته باشه، این Spring Loaded Folders and Windows. اگر شما بخواید یه چیزی رو از این فولدر کپی بکنید توی این فولدر، یه مقدار مکس میکنه و بعد باز میشه. اگر میخواید این مکس خیلی کوتاه باشه، این رو خیلی شورت میارینش خیلی کوتاهش میکنی. اگر میخواید نه خیلی طولانی باشه، میارنش روی لانگ. من معمولا اینجاها میذارم، فکر کنم برام مناسبه. اگرم احیانا خواستید بلافاصله بازش اسپیس رو میزنید و بلافاصله بازش میکنه.